بسم الله الرحمن الرحیم با خبرهای امروز چهارشنبه 28 جوزای سال 1999 خوش آمدید. در آغاز سرخط خبر. نگرانی شورای ولایتی بلخ از وخامت اوضاع امنیتی در ولایت بلخ. در برخی اوضاع اصلاحات بنیادی بیاید تا که مردم از شر برخی مشکلات اخاذی ها، پولگیری ها، وانگیری و یا سایر دزدی ها و قتل و غارتی که میشه جدا تلاش بکنین. کاهش ورود کالاهای بازرگانی از طریق بندر تجارتی حیرتان بعد دلیل ویروس کرونا. در شش ماه گذشته به تناسب شش ماه سال قبل و شش ماه فعلی تبعیض مرض کرونا تاثیرات منفی خود داشته و دارد. سالهای قبل بالاتر بوده، این سال اندک کمتر بود. و کشته شدن دو کودک از سوی افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی شلگره ولایت بلخ. چی گناه داشتم؟ ما گناه داشتم؟ سه تا طفلم چی گناه داشت؟ نو ما طفلم چی گناه داشت؟ مشروع خبرها، من منصور مرادی هستم. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ از وخامت اوضاع امنیتی در بلخ ابراز نگرانی کرده، تأکید می کند که تهدیدات امنیتی حتی به دروازه های شهر مزار شریف رسیده است. رئیس شورای ولایتی بلخ برخی از عاملین اوضاع امنیتی را بر اخاذی از مردم متهم کرده، خواستار اصلاحات از سوی مسئولان امنیتی در بلخ است. در همین حال فرمانده امنی بلخ از تلاش ها برای تامین امنیت و به وجود آوردن اصلاحات در پلیس سخن می گوید. از سوی هم خان محمد مطمئن فرمانده فرودگاه بین المللی مولانا از سوی وزارت امور داخله به حیث آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ معرفی و بکار آغاز کرد. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ آنچرا گرفتن اخاذی و گرفتن وند از سوی برخی حوزه های امنیتی بیان می کند به شدت انتقاد دارد. رئیس شورای ولایتی بلخ که در معرفی خان محمد مطمئن به حیث آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ صحبت میکرد، بر آورد اصلاحات در صفوف پلیس بلخ سخن گفت، از وضعیت موجود در بلخ ابراز نگرانی میکند. آقای حدید میگوید تهدیدات امنیتی به دروازه های شهر رسیده و اگر اقدام جدی نشود وضعیت ناگوار را خواهد داد. در برخی حوزه ها اصلاحات بنیادی بیاید تا که مردم از شر برخی مشکلات اخاذی ها، پولگیری ها، وانگیری و یا سایر دزدی ها و قتل و غارتی که میشه جدا تلاش بکنین تا این مسائل در ولایت بلخ صورت نگیره. امنیت ما روز تا روز خراب شده رئیس و حتی نزدیک به شهرم تهدیدات امنیتی رسیده. اما فرمانده امنیه بلخ از کاهش جرم های جنایی سخن گفته، بر تلاش ها جهت تامین امنیت بهتر شهروندان اطمینان می‌دهد. از سوی دیگر خان محمد مطمئن که رسما به عنوان آمر امنیت فرماندهی امنیه بلخ فعالیتش را آغاز کرده است، بر آوردن اصلاحات تاکید می‌کند. در ولایت بلخ با تلاش نیروهای امنیتیتان وضعیت امنیتی خیلی خوب است، مخصوصا داخل شهر. شما خبر دارین که قضایایی که رخ می‌داد، سرقت، اختطاف و دزدی‌های متلاحانه‌ای که بودن همش از بین رفتن. این تنها تلاش پلیس نیست، ما از تک تک همشهران عزیز خود تشکری میکنم که در پهلوی مردم خود بودن و ما را همیشه از وضعیت آگاه ساختن. یک مدت کار میکنیم امرایشان، کسی امرای ما کار کرد خوب نکرد، باز پیشکس بزرگ هستن با اینا مطرح میسازیم که کسایی که واسطه دار است واسطایش باید قناعت بتیم و از پوستش برکنار شوه. خان محمد مطمئن آمر امنیت تازه معرفی شده برای بلخ پیش از این سمت فرماندهی فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی را بر عهده داشت و از چهره های نزدیک و تا محمد نور است. پیش از او در این سمت عبدالرزاق قادری به عنوان آمر امنیت فرماندهی امنیه بلخ ایفای وظیفه می نمود. مسئولان در اداره خدمات بندری حیرتان یا آستراس از ایجاد سهولت‌ها برای فراهمسازی فرصت‌های بهتر تجارتی در این گذرگاه خبر می‌دهند. مسئولان شرکت آستراس می‌گویند روزانه بیش از 120 واگن توسط خط آهن و نزدیک به 10 لنگر و کشتی کالاهای تجارتی از طریق این بندر وارد کشور می‌شود.
آستراس یا اداره خدماتی بندر حیرتان که با 900 کارمند در 5 پورت مسئولیت تخلیه، بارگیری و نگهداری کالاهای تجارتی در شمال را دارد. مسئولان اداره خدماتی بندر حیرتان یا آستراس از تأثیر گذاشتن ویروس کرونا روی فعالیت‌های این اداره خبر داده می‌گویند روزانه بیش از 120 واگن توسط خط آهن و حدود 10 کشتی از کالاهای تجارتی وارد کشور می‌شود. در 6 ماه گذشته به تناسب 6 ماه سال قبل و 6 ماه فعلی تبعیض مرض کرونا تاثیرات منفی خود داشته و داره. سالهای قبل بالاتر بوده، امسال اندک کمتر. معمولا دمی شبها در حدود 150-120 بالاتر بانتر واگون میه و الا ده لنگر کشتی هم میه. در آستراس ما 5 دانه پورت داریم که در کل مواد در کل اگه پورت ها میه و یک تفاوتی که وجود داره این پورت نمبر یک یا پورت دریایی است که دهی اکثریت کالاهای وارداتی از طریق کشتی هم میایه و زیادتر صادرات هم از اینمی طریق میشه، از این طریق پورت ما. مسئولان این اداره میگویند کشور روسیه برای فراهم سازی سهولت ها جهت عرضه خدمات بهتر و ایجاد تغییرات بنیادی با اداره آستراس حیرتان وعده همکاری سپرده است. کشور دوست روسیه وعده که فرموده او مستقیما شریک ما هستند. اونا وعده های چی را به ما وعده دادند در صورت که می شرایط خوبتر شوه، بهتر شوه و این مرض کرونا از جهان محو نابود شوه، ما مطمئن هستیم که کشور شریک ما روسیه با ما همکاری خود وعده کردن تجهیزات بهتر، وسایل خوبتر و بهتر، کرن ها و چیزا را با ما که وعده دادن امشالله تعالی با وعده خود دفاع میکنن. ریاست آستراس در سال 1362 و منظور فراهم سازی فرصت های بهتر تجاری جهت انتقال اموال صادراتی و وارداتی در بنادر کشور و نیز بندر تجارتی حیرتان تأسیس شده است. و گفته مسئولان این اداره با ایجاد این مرکز در کنار فراهم سازی سهولت های اقتصادی سالانه عواید انگفته به حساب دولت واریز می شود. بندر تجارتی حیرتان یکی از بنادر تجارتی در شمال کشور است که از طریق ازبکستان کشور را به آسیای میانه وصل می سازد. به گفته مسئولان آستراس یا شرکتی که مسئولیت تخلیه و بارگیری و نگهداری کالاهای تجارتی را به عهده دارد، در این مرز از این بندر روزانه اموال تجارتی مانند نفت، مواد خوراکی و غیر مواد از سه طریق خط آهن، کشتی و موتر وارد و صادر می شود. صبغت الله توران، شهر بندری حیرتان، تلویزیون پیکان. روز گذشته بالای یک خانواده در ولسوالی شلگره ولایت بلخ از سوی افراد مسلح حمله صورت گرفت که در نتیجه دو کودک کشته شده و پدر و مادر این خانواده زخمی شدند. مسئولان در بیمارستان ابوعلی سینای بلخی وضعیت زخمیان را خوب توصیف می کنند. نزدیکان این خانواده از مقامات محلی بلخ خواستار شناسایی و بازداشت عاملان این روی دادند. از سوی هم سخنگوی والی بلخ می گوید به زودی عاملان این حادثه شناسایی و بازداشت می شوند. پدر و مادری که در مسیر راه ولسوالی شلگره ولایت بلخ آماج حمله مردان مسلح قرار می گیرند که در نتیجه هر دو زخمی می شوند و دو کودکشان را از دست می دهند. این تصاویر از دختر و پسر این خانواده است که به اثر شلیک تفنگداران غیر مسئول در شلگره جان می دهند. دمی رای ما کمین گرفت شیرال پیس جمعه ستار زد پشت موتر سیکل مرم زد دو تا طفلم هم زد نمی دارم در کجا زنده است مردش نمی دارم شوارم هم زد نیم ساد ما در سرک ماندیم کسی بالا نکد تا لنجر و پولیس نامد بعد از نیم ساد 40 دقیقه پولیس آمد ما را بالا کدک ستار و شیرال و جمعه در موتر زیر شیش را گذر را تونو کد را گذر دفاع میکنه را گذر از
ستار دفاع میکنه، چرا را گذر دفاع میکنه؟ چی گناه داشتم؟ ما گناه داشتم؟ سه تا طفلم چی گناه داشت؟ نو ما طفلم چی گناه داشت؟ 4 ساله و 5 ساله، یک دختر 4 ساله، بچه 5 ساله، یک طفل نوما در بغلم بود. این مرد مدعی است که افراد مسلح مربوط به ستار که فرماندهی مسلح غیر مسئول است، این عمل را انجام داده است. این خانواده از مقامات محلی بلخ پاسدار بازداشت عاملان این رویداد هستند. اگر دولت پرسان کرد خود میکنه کد می نمیست، اگر نکد خمانده نمیه شلگرد، اگر نکد باز ما این حالت اگر سر ما اگر باز خود سن ما اگر مردم خونه مردم، اگر نمردم باز ما در سر از اون اینمه حالت میارم، بعد از اون باز منم دولت پرسان نکنم. از دولت تقاضای ما همیست، ما را خود کشت بس است کشتار، خون ریزی بیادر، خونی بیادر با بیادر بس است، بلی از دم خدا همی مقام های بالایی که میبینه امینا امینا حداقل همی خواه کنه که همی قاتل ها را خود ذکر کنه، با موتر تانگ خود سوار نکنه، با موتر تانگ خود سوار کرده در خانه خودشان میاره، در خانه خود جا بجای میکنه، 5 روز 10 روز نگاه میکنه، باز میگیره روان میکنه در خانهش. با این حال احمد منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید والی بلخ به نهادهای امنیتی دستور پیگیری و بررسی این رویداد و نیز شناسایی بازداشت عاملان را صادر کرده است. این خانواده مدعی است که با کسی خصومت شخصی نداشته و از حکومت میخواهند عاملان قتل 2 کودکشان را هرچه زودتر بازداشت و به پنجه قانون بسپارد. ادامه خبرها پس از وقفه تقدیمتان میشود. با ادامه خبرها خوش آمدید. حالا هم توجه نمایید به نگاه زودگذر. شمار قربانیان کرونا در کشور از مرز 500 تن به رقم بهبود یافتگان از مرز 6000 تن گذشت. وزارت صحت عامه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 13 بیمار کووید 19 در کشور جان باخته و 650 بیمار دیگر پس از صحت یابی از شفاخانه ها مرخص شدند. با ثبت این رقم شمار مجموعی قربانیان ویروس کرونا در کشور به 504 تن و شمار بهبود یافتگان به 6158 تن رسیده است. این وزارت امروز با نشر آمار روزانه ابتلا به ویروس کرونا گفته است که با بررسی 1116 نمونه مشکوک به کرونا در آزمایشگاه های شناسایی کووید 19 ابتلای 564 تن تثبیت شده است. با ثبت این رقم شمار مجموعی بیماران کووید 19 به 26874 تن افزایش یافته است. طبق معلومات وزارت صحت عامه 192 نفر در کابل، 65 نفر در بامیان، 64 نفر در تخار، 51 نفر در بلخ، 40 نفر در پکتیا، 27 نفر در قندهار، 27 نفر در کندز، 24 نفر در میدان وردک، 21 نفر در بغلان، 14 نفر در دایکندی، 12 نفر در کاپیسا، 8 نفر در نورستان، 6 نفر در ننگرهار، 6 نفر در بدخشان، 5 نفر در کنر و 2 نفر دیگر در زابل در 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا آلوده شدند. در حمله طالبان بر پاسگاه‌های نیروهای دولتی در جوزجان 12 سرباز شهید شدند. عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان به رسانه‌ها گفته است طالبان این حمله خود را حوالی ساعت 3 بامداد روز گذشته بر پاسگاه‌های نیروهای دولتی در ساحات بالاحصار و جبار شهید ولسوالی آقچه راه اندازی کرده بودند. به گفته او در جریان درگیری‌ها در این حمله 5 سرباز دیگر نیروهای دفاعی و امنیتی زخمی شدند. در همین حال وزارت دفاع ملی در اعلامیه گفته است که 6 شهید و 3 زخمی این نیروها اعضای نیروهای ارتش میباشند. همچنان آقای آذر افزود که جنگجویان طالبان 4 سرباز دیگر این نیروها را نیز با خودشان بردند. این جنگجویان همچنان 1 اراده تانک نیروهای دولتی را در این حمله با خودشان برده و 2 اراده تانک دیگر را نیز تخریب کردند. از سوی هم او تاکید کرد که در نتیجه درگیری میان دو طرف 5 جنگجوی طالبان به شمول احمد الله از فرماندهان این گروه کشته و 10 جنگجوی دیگرشان زخمی شدند. سخنگوی والی جوزجان اما گفت که این حمله طالبان عقب زده شده و ساحات تحت حمله همکنون در کنترل نیروهای دولتی می باشد.
و این هم یک رویداد خارجی. شمار تلفات نظامیان هند در درگیری با چین به 20 نفر افزایش یافت. مقام‌های هند اعلام کردند که تلفات نیروهای نظامی این کشور در درگیری مرزی با چین در منطقه همالیا به 20 کشته افزایش یافته است. با گزارش آسوشیتد پرس، این درگیری مرزی که روز دوشنبه در منطقه لاداخ روی داد، نخستین درگیری مرگبار بین نیروهای هندی و چینی در مناطق مرزی از سال 1975 تا اکنون است. این گزارش به نقل کارشناسان میگوید با توجه به رویدادهای اخیر کاهش تنش بین هند و چین مشکل خواهد بود. ارتش هند ابتدا اعلام کرده بود که 3 سرباز در این درگیری کشته شدند، اما ارتش هند بعداً در بیانیه اعلام کرد که تعداد تلفات به 20 نفر افزایش یافته است. در همین حال سازمان ملل متحد از چین و هند خواسته است حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است ما نگرانی خود را نسبت گزارش‌ها درباره خشونت و تلفات جانی در خط واقعی کنترل هند و چین اعلام می‌کنیم. خبرگزاری رویترز همچنان می‌گوید از ماه گذشته دو کشور صدها نیروی خود را به 3 منطقه مورد اختلاف مستقر کردند. وزارت خارجه هند نیز اعلام کرده است دو طرف متحمل تلفات شدند که اگر توافقات دو جانبه قبلی از طرف چین رعایت می‌شد چون این اتفاقی روی نمی‌داد. در همین زمینه جاولی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت متاسفانه نیروهای هند روز گذشته دو بار از خط مرزی عبور کردند و با حمله و اقدام تحریک‌آمیز نیروهای چینی را وادار به پاسخگویی و درگیری کردند. هند و چین در سال 1962 بر سر اختلافات مرزی با یکدیگر درگیر شدند که از آن زمان تا اکنون این اختلافات ادامه دارد. رویترز میگوید هند اکتبر سال گذشته جاده و فرودگاهی را دره گالوان واقع در شرق لاداخ تکمیل کرد، اما چین از هند خواسته بود تمامی ساخت و سازها در این منطقه را متوقف کند. حالا هم نرخ اسعار. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 30 پول، یک یورو واحدی پول اروپا 85 افغانی و 50 پول. یک درهم امارات 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 25 پول. هزار روپی هندی 980 افغانی و هزار کلدار پاکستانی 468 افغانی. پیشبینی وضعیت هوای بلخ و بخشای از شمال در گزارش هم کنم. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پوینتر نان 27. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پوینتر نان 17. سریپول آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پوینتر نان 22. میمنه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پوینتر نان 20. فیض‌آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پوینتر نان 27. تالقان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پوینتر نان 23. کندوز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پوینتر نان 26. پلخمری آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پوینتر نان 14. شبرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پوینتر نان 25. و سرانجام ایبک آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پوینتر نان 22. این بود خبرها که تقدیم شما شد. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.